سلام عرض میکنم مجددا خدمت یکایک عزیزان حاضران و غائبان و درود بر روان حسین ابن علی سالار شهیدان و یاران با وفای او میفرستیم که امشب 40 شب شهادت سوزناک آنان است و همه شیعیان بلکه همه رادمردان عالم سوگوار اون فاجعه بزرگن که در سال 61 هجری اتفاق افتاد و دل همه آزاد مردان پاکان و مؤمنان رو داغدار کرد الى یومنا هازا و الى یوم القیامه. و درود میفرستم بر همه عزیزان حاضر و غائب و تشکر میکنم به خاطر تجمعشون در اینجا و حرمتی که به نام حسین نهاده اند و تجلیلی که از اون بزرگوار می کنند و نشان می دهند که در زندگی پیرو راه او هستند. ابیات بسیار زیبایی که در ابتدای جلسه خونده شد از مرحوم محتشم کاشانی شاعر دوران صفوی که متاسفانه بر دیوارها و کتیبه‌ها می‌نویسند اما چندان نمی‌خوانند و در معنای او تعمق نمی‌کنند و به ارزش ادبی او توجه کافی نمی‌ورزند، شاید باعث شود که دوستان گرامی به این ابیات از نو مراجعه کنند و آنها را بازخوانی کنند. البته مرثیه خوانی است و در آنها نکات معرفتی فاخری نهفته نیست، اما در همان مقام مرثیه خوانی بسی بهتر است از مرثیه هایی که در روزگار ما خوانده می شود و مضامین بسیار فرودست نازل و کم معنا و کم بهایی دارد. من هیچ وقت نیست که ابیات محتشم رو بخوانم و متأثر نشوم، علل خصوص از بلاغتی و فصاحتی که در کلام او هست، نکته های لطیفی که در آنها به ودیعت نهاده و امروز میتواند جنباننده دل ما باشد. زان تشنگان هنوز به عیوق میرسد فریاد العطش ز بیابان کربلا، گر چشم روزگار بر او فاش میگریست. این تک گوهریست در این ابیات، گر چشم روزگار بر او فاش میگریست خون میگذشت از سر ایوان کربلا. بودن دیو و دد همه سیرا و میمکید خاتم ز قحط آب سلیمان کربلا. از آب هم مضایقه کردند کوفیان، خوش داشتند حرمت مهمان کربلا. باری عنوان سخن من 40 روز پس از عاشوراست که نکاتی رو در ارتباط با این معنا در نظر گرفتم تا برای عزیزان عرضه کنم. سخنم رو با نقل قولی از مرحوم سید قطب آغاز می کنم. سید قطب از نویسندگان و از مصلحان جهان عرب بود که در مصر می زیست و به دلیل گرایش هایی که به جهاد داشت به اخوان المسلمین پیوست و تا انتهای عمر هم با آنها بود. کتابها نوشت، تفسیر قرآن نوشت، مقالات بسیار نوشت، سخنرانی ها کرد و به دلیل توجهی که به مسئله جهاد داشت و آرزویی که برای تغییر جامعه داشت، برای تطبیق شریعت اسلامی داشت و اینکه همه جهان بیرون اسلام رو جهان جاهلیت می دانست، با همه مظاهر مدرنیته در افتاد و آراء نسبتاً تندروانه‌ای ابراز کرد. نه تنها در مقابل جهان مدرن ایستاد بلکه نوعی بازخوانی در تاریخ اسلام هم انجام داد. او البته یک اهل تسنن بود و تا انتهای عمر هم سنی باقی ماند و جان بر سر عقاید خود نهاد و چنان که می دانید به دست عبدالناصر فرمانروای مصر اعدام شد.
اما در بازخوانی او از تاریخ اسلام نقطه های روشن و منصفانه‌ای دیده می شود. من به یکی از اون نکات که از قضا باعث شد تا سیل اعتراضات بر سر او ببارد و بریزد، به یکی از اون نکات اشاره می کنم. می گوید که ای کاش پس از ابوبکر و عمر خلیفه اول و دوم علی خلیفه سوم بود و عثمان در میان نیامده بود. این سخن او هم سخن حکیمانه است و هم سخن منصفانه است. حقیقتا امروز وقتی ما تأمل میکنیم، نکته بسیار جالبی رو که در این کلام نهفته است بهتر در میابیم. البته از نظر اهل سنت نه علی عاری از خطا بود، نه عثمان، نه عمر، نه ابوبکر، اما به هر حال همه این شخصیت ها تقدسی و حرمتی داشتن و دارند. چنین سخن گفتن دلیری بسیار می خواهد، اون هم از یک عالم اهل سنت، اما ضمناً نشان دهنده هم دلیری اوست و هم انصاف او. بله، ماجرا از همین جا شروع شد. یعنی ما اگر تاریخ اسلام رو دنبال کنیم، دوران پیامبر که جایگاه خود رو دارد و اکنون محل کلام ما نیست، پس از ایشان نزاعی بر سر خلافت در گرفت و هرچه بود خلیفه اول و دوم به جای پیامبر نشستند. خلیفه دوم شورایی رو معین کرد که علی هم در اون شورا بود، اما اون شورا به خلافت علی رأی نداد و به خلافت عثمان رأی داد. عثمان به مدت 12 سال خلیفه بود، در حالی که در سنین کهولت بود. وقتی که از دنیا رفت 84 سال داشت، اون هم از دنیا رفتنی که به حالت قتل بود، یعنی در بستر و در آرامش از دنیا نرفت. اون چه که ذهن کسانی چون سید قطب رو مشوش می داشت و اونها رو به اعتراض وامی داشت، رفتار عثمان در دوران خلافت بود. خب عثمان دست بنی مروان رو باز نهاد. دورانی بود که ثروت انبوهی از طریق فتوحات وارد جامعه عرب شده بود و مسلمین پولهای بادآورده‌ای رو می دیدند که هرگز در عمر خود چنان ثروتی رو ندیده بودند. بازرگانی های خردی داشتند، اما متمولین و ثروتمندانی که این چنین ثروتمند شده باشند هرگز در میانشون وجود نداشت. پولها می ریخت در جامعه عرب و در حجاز اون روز. فتوحات هم یکی پس از دیگری ادامه داشت، یعنی از زمان عمر خلیفه دوم آغاز شد، خلیفه سوم و در زمان حضرت علی و پس از آن، و دائما بر این فتوحات افزوده می شد تا دوران اموی که دایره فتوحات اسلامی بسیار گسترش یافت، تا به هند رسید، تا به اندلس رسید، تا به نزدیک چین رسید و یک امپراتوری بسیار بزرگی پدید آمد. عثمان که دست بنی امیه رو و بنی مروان رو باز گذاشت، از اونجا اون انحرافات عظیم در عالم اسلام آغاز شد. پول بادآورده، قدرت بسیار، فتوحات عظیم. کمتر کسی بود که در چنین موقعیتی خیشتنداری بکند، تقوا و پارسایی بورزد و بر همون حالت زهد اولیه‌ای که مسلمانان دوران پیامبر بودند بماند یا رفتار علیوار، علیگونه پیشه کند. چنین نبود. همه چیز به سرعت رنگ باخت و عوض شد. معاویه البته شخص کوچکی نبود، شخص بدنامی هم نبود. ابو سفیان پدر او در همون هنگام فتح مکه توسط پیامبر، وقتی که دید همه قدرت ها به سوی پیامبر می رود و دریافت که در آینده جایی برای مخالفان پیامبر باقی نخواهد ماند و او نزدیک است که سراسر حجاز رو در تصرف و تسخیر خود درآورد، در همون گیراگیر جنگ اسلام آورد.
مسلمان شد و پیامبر هم از او و از بسیاری کسان دیگری مثل او اسلامشون رو پذیرفت و بعد هم به مکیان گفت که انتم الطلقا، یعنی من شما رو به اسارت نمیگیرم، آزادید، و همه در زمره امت اسلامی در آمدند. میدانیم که ابو سفیان فرزندش معاویه بود و دخترش ام حبیبه. ام حبیبه همسر پیامبر اسلام شد و خود معاویه هم که اهل سنت رو خال المؤمنین میخوانند، یعنی دایی مؤمنین، به دلیل اینکه خواهرش همسر پیامبر بوده، خود او هم نزدیک بود به پیامبر، کاتب وحی بود. یعنی وقتی که وحی به پیامبر نازل میشد، کسانی بودند که اطراف پیامبر بودند و این وحی رو مینوشتند. یکی از اونها ابو موسی اشعری بود، یکیشون علی ابن ابی طالب بود، یکیشون معاویه بود، یکیشون ابن مسعود بود و دیگران و دیگران کتاب وحی بودند و معاویه هم یکی از اونها بود. در دوران پیامبر نسبتاً موقعیت ممدوحی داشت و مسلمانان به او به چشم مثبت می نگریستند. پس از پیامبر به خلفا نزدیک بود. در زمان عمر در فتوحات بیرون از جزیره العرب شرکت کرد و کسی بود که به روم شرقی رفت، یعنی اونجایی که اردن و سوریه کنونی است، و در فتح دمشق دخالت داشت و اصلا فتح دمشق و سوریه به دست او صورت گرفت و خود او هم حاکم اونجا شد. عثمان معاویه رو به حکومت دمشق برگزید. پس از قتل عثمان که علی بر سر خلافت نشست، خب نه علی آبش با معاویه به یک جو می رفت و نه معاویه با علی. وقتی هم که دعوت کردن که او هم با علی بیعت کنه، زیر بار بیعت با علی نرفت، با اینکه خلیفه مسلمین بود، و فتنه ها انگیخت، شرها به پا کرد و در میان مسلمان ها رواج داد که علی می توانست به کمک عثمان بشتابد و او رو از دست کشندگانش نجات بدهد، اما نکرد. به معنای واقعی پیراهن عثمان به پا کرد، یعنی پیراهن خونین عثمان رو به مسلمان ها نشان می داد و می گفت این پیراهن عثمان شهید است که علی از حمایت او و پشتیبانی او سر باز زد و به کمک او نشتافت. در حالی که خود امام علی در نهج البلاغه هست که در یکی از دیدارهایی که با عثمان داشت به او گفت اونقدر از تو حمایت کرده ام که می ترسم گناهکار باشم. هرچه بود اون اتفاق افتاد و معاویه با همین بهانه ها و فتنه انگیزی ها زیر بار بیعت با علی نرفت و بلکه ادعای خلافت کرد، گفت خلیفه رسول الله خود منم و برای مدتی در عالم اسلام دو تا خلیفه در کنار هم بودن، یکی علی بود که مردم او رو البته برگزیده بودن، یکی هم در شام اون طرف جناب معاویه بود که خود رو خلیفه میخوام. بنیاد خلافت اموی از اینجا آغاز شد و چنان که همه شما میدانید بعد از قتل و شهادت امام علی، خلیفه زیر بار معاویه زیر بار خلافت امام حسن هم نرفت، بلکه با او وارد جنگ شد و در جنگ البته امام حسن به دلیل خیانت یارانش شکست خورد، با معاویه عهدی بست و یکی از بندهای اون عهدنامه این بود که معاویه وقتی که میمیرد نباید برای خود جانشینی معین کند. اما معاویه عهد شکنی کرد، پسرش یزید رو به جانشینی خود برگزید و با تهدید کامل خودش همراه پسرش یزید به این شهر و به اون شهر می رفت و در مساجد حضور پیدا می کرد و پسرش یزید رو به مردم معرفی می کرد. حتی نوشتن که در یکی از مساجد که معاویه بود، یزید بود پسرش، و یکی از خطبای زبردست شهر، اون خطیب ایستاد گفت ایشان خلیفه مسلمین است، معاویه ابن ابی سفیان، ایشان یزید هم جانشین بعد از اوست، این خلیفه است و این جانشین است و هر کس هم که نمیپذیرد سزاش این است. شمشیر خودش رو آورد بالا.
به این ترتیب بود که از مردم بیعت گرفت برای یزید. وقتی که معاویه رفت، خب یزید بر تخت سلطنت نشست. امویان بساط سلطنت به پا کردند، گرچه که نامش خلافت بود. علی دیگه در میان نبود، امام حسنی در میان نبود و فضا بسیار گسترده و آماده بود برای اینکه معاویه و یزید اونها بر تخت بنشینن بی دغدغه و با آرامش کامل. خب یزید به دلیل اینکه هم جوان بود، هم بی تجربه بود و هم اطرافیان و ادوایزرها و مشاوران سوی داشت، نتوانست خیشتنداری کنه و در همون اولین سال خلافت یا سلطنت خود با امام حسین در افتاد که فاجعه کربلا و حماسه عاشورا پدید آمد. یزید چنان که در کلماتش آشکاره و حتی در کلمات جدش یعنی ابو سفیان هم آشکاره، اینا اعتقادی به اسلام و به پیامبر اسلام نداشتن. حقیقتا در کلمات ابو سفیان هست که گفتن وقتی که عثمان به خلافت رسید، در مجلسی که بنی مروان هم بودند و عثمان هم بود و دیگران، ابو سفیان در حالی که نابینا شده بود و چشمانش کسی و جایی رو نمیدید، به اطرافیان خودش گفت این خلافت و این قدرت مانند گویی اکنون به دست شما افتاده، اون رو به یکدیگر پاس بدید و نگذارید که از خاندان شما بیرون بره. به پیامبری پیامبر به چشم یک قدرت نگاه میکردن، تصورشون یک قدرت معمولی دنیوی، نه یک قدرت حقی که پشتوانه الهی دارد. می گفتن که دری به تخته خورده و محمد اقبالش بالا گرفته و توانسته جزیره العرب رو تحت نفوذ و قبضه قدرت خود در آورد. روزی که پیامبر مکه رو فتح کردن، همین ابو سفیان رو کرد به عباس عموی پیغمبر، گفت برادرزادت صاحب ملک و قدرت شده است. لقد سار ابن اخیک کان ملک و ابن اخیک عظیما، گفت قدرت برادرزادت خیلی زیاد شده، یعنی چشمش به مسئله قدرت بود. این معنا بعداً سرایت پیدا کرد به نسل‌های بعد از او. الان به مناسبت این را عرض می‌کنم، ولی از نظر تاریخی بر مدتی بعد این اتفاق افتاد، وقتی که گفتن که سر شهدا رو به دربار یزید آوردند و اونجا در مقابل یزید نهادند و به جماعتی که نزد او بودند نمایش میدادند. یزید که از شادی در پوست خودش نمی گنجید، اشعاری رو با خودش می خواند. اشعار از آن او نبود، از یک شاعر دیگری بود، ولی مضمون شعر این بود، می گفت لعبت هاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، لست من خند فإن لم انتقم من بني احمد ما كان فعل، لیت اشیاخی به بدرن شهد و جزع الخزرج من وقع الاسل، لأهلو واستهلو فرحنس و مقالو یا یزید و لا تشن. می گفت که اصلا نه وحی آمده، نه فرشته آمده، هیچی. پیامبر احمد با ملک با قدرت بازی کرد، آمد و این گوی قدرت را از دست دیگران رو بود و من پسر پدرم نیستم اگر انتقام خودم را از پیامبر نگیرم، و حالا هم گرفتم و گرفتم. لست من خندف، خندف جدشون بود، الم انتقم من بری احمد ما کان فعل. بعدم به یاد کشتگان بدر افتاد، کشتگان بدر در همون اولین جنگی که پیامبر مظفر و پیروز شد، خب امثال ابو جهل و دیگران کشته شدند که اینا همه از اون خانواده بودن. گفت کاش که در بزرگای من که در بدر کشته شدن اکنون می بودن و به من می گفتن ای یزید دست درد نکنه. لیت اشیاخی به بدرن شهدو جزع الخزرج من وقع الاسل، احلو و استحلو فرحن، برای من کف می زدن، هورا می کشیدن.
ثم قالوا یا یزید لا تشل، میگفتن دستت درد نکنه که با پیامبر چنین و با خانواده پیامبر چنین کردی. غرض من این بود وقتی که قدرت به دست بنی امیه و بنی مروان افتاد، دیدگاه اونا نسبت به پیامبر، نسبت به اسلام، نسبت به دین علل عموم چنین بود. بی جهت نبود که یزید این شعر رو میخوند. حتی در حکایات دیگری آمده است که وقتی که سرهای شهدا وارد دمشق شد، همون جایی که پایگاه سلطنت یزید بود، یزید دو بیت شعر از خودش خوند. قفل لما بدت تلک الرؤوس و اشرقت تلک الشموس و علی ربا جیرونی نه ابل غراب و فقلت نه اولا تنه فلقد قضیت من النبی دیونی. گفت وقتی که اون سرها از اون ارتفاع جیرون که بیرون دمشق بود پیدا شدن، در همون حال کلاغ بانگی زد. خب بانگ زدن کلاغ رو شوم می دانستن. کلاغ بانگی زد، من رو به کلاغ کردم، گفتم بانگ بزنی یا نزنی فرقی نمی کند، من انتقامم رو از پیامبر گرفتم. نه ابل قراب و فقلت نه اولا تنه فلقد قضیت من النبی دیونی. ترجمه دقیق کلمه، من طلبم رو از پیامبر وصول کردم، من انتقامم رو از او گرفتم. شما ببینید چه کینه‌ای در دل اینها نهفته بود که وقتی که فرصت یافتند و قدرت یافتند چنین با فرزندان پیامبر رفتار کردند. خب واقعه عاشورا رخ داد. این واقعه عاشورا چنان که همیشه من خدمت شما گفتم، جنگ عزت با ذلت بود و امام حسین مرد عزیزی بود، عزت طلب و عزت پسند بود. اصلا سابقه این رو برای شما بگم، وقتی که امام حسن در جنگ با معاویه شکست خورد، پاره از یاران خود او این شکست رو نپذیرفتن، صلح با معاویه رو قبول نکردن، تحمل نکردن و آمدن علاوه بر این که زخم به امام حسن زدن، به او گفتن یا مذل المؤمنین، تو ما رو ذلیل کردی. این تعبیر که من مطمئنم امام حسین اونجا حاضر بوده، امام حسینی که در بعضی از تواریخ نوشتن که از صلح برادرش با معاویه هم چندان خوشنود نبود، حالا خوشنود بود یا نبود، اما قطعا حاضر بود و میدید که برادرش، برادر بزرگترش حسن، چگونه مورد تعریض یاران نزدیک خودش قرار گرفته و اعتراضشون این است که تو به ما ذلت رو تحمیل کردی، ما رو زیر دست معاویه کردی، یا مذل المؤمنین. این رو داشت امام حسین تا نوبت رسید به نهضت عاشورا و به اون حادثه عظیم. در اونجا بود که شعار امام حسین دائما بود ما زیر بار ذلت نمیریم، ما زیر بار ذلت نمیریم، هیهات من الذله. بارها این سخن رو گفت. اصلا شایع ترین و کلیدی ترین واژه‌ای که امام حسین در عاشورا به کار می برد همین بود. حتی در نامه‌ای که گویا به محمد ابن حنفیه نوشت و دیگران، گفتش ما زیر بار ذلت نمی ریم، دامنهای پاکی که ما رو پروردند و تربیت کردند به ما اجازه نمی دهند که زیر بار ذلت برویم. شعری که می خواند وقتی که بر اسب سوار بود و این سو و اون سو می رفت، الموت خیر من رکوب العاری و آر و خیر من دخول ناری، همه مسئله آر، ننگ، ذلت برای او در صدر بود و با شهادت، با شرافت خودش خب نشان داد که بله مرد عزیزی است و این روح عزت رو در یاران خودش هم دمید، اون یاران نزدیکش که همراهی با او کردند و در کنار او شهید شدند. خب حادثه عزت پسندانه عاشورا تمام شد. روز دهم محرم سال 61 هجری، 61 سال از هجرت پیامبر بزرگوار اسلام به مدینه گذشته است و چنین حادثه فوق العاده غیر منتظری در جامعه مسلمین رخ داده. از یک طرف فرزند پیامبر رو میکشن، ولی از طرف دیگه اسلام در عالم، در خاورمیانه، در شرق، در این طرف اون طرف در حال گسترش است. سپاهیان اسلام
به اون طرف میروند، ولی در درون یک چنین مفسده عظیمی رخ میدهد. قصه الاربعین قصه چندان مهمی فی نفسه نیست. روز 11 محرم، یعنی یک روز بعد از عاشورا، عمر سعد اسرا رو روان کرد. البته شب مانده بود و این هم جالبه، علی‌رغم اینکه پسر پیامبر رو کشتند، اما از پیروی از شعائر و مناسک اسلامی دست بر نمی داشتند، یعنی ظواهر رو رعایت می کردند. عمر ابن سعد ماند، بر کشتگان خودشون نماز خواند، اونها رو دفن کرد و روز 11 همراه با اسرا و گفتند که با سرهای بریده اسرا به سوی کوفه روان شد. کوفه مقر عبیدالله ابن زیاد بود، کسی که از طرف یزید به اونجا گماشته شده بود تا با حسین و مسلم ابن عقیل سختگیری بکند، و کرد و کار رو به اونجا رساند که رساند. خب اسرا رو که در صدرشون زینب بود، خواهر امام حسین، و علی ابن الحسین یعنی امام سجاد، امام چهارم که جوان 22 ساله بیماری بود، اونها رو نزد عبیدالله ابن زیاد بردن که او هم توهین ها کرد، سخنان زشت گفت، اظهار افتخار و پیروزی کرد، رنج داد، قیز داد این اسیران رو که در چنگال او بودن، حتی برای چند روزی اونها رو زندانی کرد. اوقات سختی در کوفه داشتند و اوقاتی که همراه با سختی، درشتی، گرسنگی، توهین بودند. کوفیان هم که ماشاءالله دیگه در وفاداری مشهور دنیا هستند، مشهور تاریخند، خودشون رو به اون رو زده بودند که ما نمیشناسیم اینها رو، ما نمیدونیم اینا کیا هستند. و وقتی که از میان اونها میگذشتن سوال میکردن که شما کیید، چه بر سر شما اومده، ماجرا چیست. علی ای حال روزگار سختی بر اونها در کوفه گذشت. در پاره از نقله های تاریخی نوشتن که ابن زیاد میخواست که امام سجاد رو هم بکشه اما مانع او شدند. به هر حال جان به سلامت بردن. از اونجا اسرا رو باز همراه با سران شهدا روانه دمشق کردند، جایی که یزید سلطنت میکرد. اونها رو به دربار یزید بردند. من قصه رو به اختصار عرض میکنم چون اصل سخنان من در جای دیگری و چیز دیگری است. اونها رو نزد یزید بردند. یزید هم با کمال افتخار، پیروزی، لاف زدن و تخفیف این اسرا با اونها رفتار کرد. در مقابل اونها شراب می نوشید و نوازشگران بودن، هر کاری که می توانست که اونها رو کوچک بکنه انجام داد و خیشتن رو به صورت یک فاتح در چشمان اونها نمایان کرد. حتی به قدری وضع این اسرا بد بود که کسانی که در مجلس یزید بودن، یکیشون آمد جلو و به زینب خواهر امام حسین اشاره کرد، گفت شما این رو به کنیزی به من ببخشید، چون بالاخره اسرا هستن دیگه. و البته خب زینب زیر بار این نرفت و درشتی کرد و نگذاشت. ماجرا این چنین بود تا اینکه به هر حال از پیش یزید مرخص شدند. اونها رو در یه جای خرابه‌ای گفتن که جا داده بودند و مردم شام تقریبا بیخبر بودند از واقعه کربلا. فاصله زیاد بود و خبر به اونها نرسیده بود. تبلیغات دربار اموی هم تبلیغات سنگینی بود که یک عده خارجی، کسانی که بر اسلام و بر خلیفه شوریده اند، مورد یعنی مغلوب شده اند و اکنون وارد شهر می شوند. بعد از تقریبا چند روزی که در دمشق بودند و با وساطت‌هایی که صورت گرفت و با آشنایی بیشتری که مردم با اسرا و خانواده پیامبر پیدا کردند، یزید تصمیم گرفت که اونها رو آزاد بگذاره، رهاشون کرد. از اینجا به بعد
دیگه ما به درستی نمیدونیم چه اتفاقی افتاده است، به درستی نمیدانیم. خب روایت اربعین این است که وقتی که یزید اسرا رو رها کرد، اونها دوباره از شام، از دمشق برگشتند و آمدند به کربلا، و لذا روز چهلم، یعنی از عاشورا که گذشته بود که 20 سفر باشه، اینها به کربلا رسیدند و زیارت کردند و بعد از او پراکنده شدند. هر کس به جا و مکانی رفت که عمدتاً به مدینه رفتند. اما خیلی شواهد تاریخی نشان می‌دهد که این اتفاق احتمالاً نباید افتاده باشد و اصلاً ورود اسیران دوباره در همون سال 40 روز پس از عاشورا به کربلا با سایر وقایع تاریخی نمی‌خواند. هم فاصله بلند راه اجازه نمی‌دهد و هم بسی نکات دیگری که اینجا هست. لذا بعضی‌ها گفتن اصلاً اربعینی به معنای زیارت مزار شهدا در کار نبوده. بعضی‌ها هم گفتن که اگر بوده سال بعد بوده احتمالاً، نه بلا فاصله همون سال 61 هجری. نکته مشکل دیگری هم که در اینجا هست مسئله سر شهداست و مخصوصاً سر امام حسین. در تواریخ همه جا نوشتن که خب این سرها رو بر نیزه ها مأموران و سربازان یزید و عبیدالله ابن زیاد حمل می کردن تا کوفه بردن، از کوفه تا دمشق بردن. خب سر بریده مگه چقدر می تونه برپا بمونه؟ چقدر می تونه شاداب بمونه؟ خب اون ترون هوای گرم، اون هم در اثر حرکت، پس از اینکه خونها همه بیرون میاد به سرعت پژمرده میشه، به سرعت پوسیده میشه، به سرعت بو میگیره. این چن چیزی نیستش که همراهشون ببرن 30-40 روز همینطوری بکشند و ببرند و تو مجلس عبیدالله، تو مجلس یزید دوباره بعد از 40 روز با خودشون برگردانن کربلا که همراه اسرا خاک بشه. به همین سبب به احتمال بسیار قوی عموم شهدایی که در کربلا مدفونن من جمله امام حسین، اینها پیکرهای بی سرند. سر هیچ کدوم اینها به نزد اونها بر نگشته است. به همین دلیل هم برای سر امام حسین چند جا نشون دادن، یکی در مصر، یکی در جامعه اموی دمشق، یکی در حومه کوفه. اون چه که به نظر من از همه معقول تر میرسید این که در همون حومه کوفه، یعنی در همون یکی دو روز بعدی که اینها رو نزد عبیدالله ابن زیاد بردن، احتمالاً سرها دیگه وقت دفنشون رسیده بود و در همون جاها باید دفن کرده باشن. در مرحله دوم ممکنه در جامعه اموی دمشق که یک جایی هست به نام رأس الحسین، اما اینکه به کربلا برگشته باشه این ضعیف‌ترین قول است و غیر قابل قبول است. البته اینا اهمیت چندانی نداره، به هر حال یه بزرگی هست و در جهان در تاریخ 1400 سال پیش به شهادت رسیده است و پیکرش در جایی مدفون شده است. اما اگر بخوایم حوادث تاریخی رو اونچنان که تاریخی است نگاه بکنیم، این چنین می شود، مگر اینکه بگیم معجزه‌ای بوده و این سرها همه شاداب باقی موندند و مثل روز اول و بعد از 40 روز دوباره به خاک اونها رو سپردن، یا چنانی که مرحوم مجلسی نگاه میکردم حرفای عجیبی نوشته در این باب که امام زین العابدین وقتی که در زندان ابن زیاد بود در کوفه از زندان گریخت مخفیانه و خودش رو به کربلا رسوند و اونجا سر پدرش رو دفن کرد و دوباره برگشت رفت به زندان ابن زیاد. این حرکت اعجازآمیزی بود که از ایشان صادر شد. اگر نخواهیم این نکات رو بگیم و بپذیریم و قصه رو تاریخی نگاه کنیم، برگرداندن این سرها و ابدان تقریبا ناممکن بوده است. مسجدی هم هست در قاهره که همه تون میدونید، مسجد رأس الحسین، که یکی از محلهای محتمل دفن رأس امام حسین است، به دلیل باز یک قول تاریخی گفتن زینب بعد از واقعه کربلا به مدینه و از مدینه به مصر رفت و در مصر وفات یافت. باز اینکه زینب با خودش سر امام حسین رو به اونجا برده باشه، اینا سخنان خیلی غریب و نامقبولیست، ناپذیرفتنیست به نظر من.
ولی هر چه که هست نام امام حسین است که مهم است و در جهان مثل خورشید می درخشد و پیام اوست و میراث اوست که باقی مانده است. بدن می پوسد، در خاک می رود و اهمیتی هم ندارد. باری پس از واقعه کربلا، زینب یک سال و نیم بیشتر عمر نکرد. اما امام سجاد که من عمده سخنانم رو درباره ایشان می خوام عرض بکنم، ایشان 30 چند سال بعد از واقعه کربلا باقی ماند. وگرچه خود ایشان شخصا انسان شورشی، مبارز، جنگجو نبود و تا پایان عمر هم دست به سیاه و سفید نزد، اما عجیب طنز روزگار این است که دوران حیات ایشون یکی از پرتلاطم‌ترین، پرکشمکش‌ترین دورانهای تاریخ جهان اسلام بوده است و مطالعه اونها فوق‌العاده اهمیت داره. خب ببینید، گفتم ماجرا از وقتی شروع شد که بنی امیه مسلط شدند. بنی امیه بسیار عرب‌گرا و نجات پرست بودند. غیر از خودشون و عرب‌ها کسی رو قبول نداشتند، مخصوصا ایرانیانی که وارد حوزه اسلام شده بودند. اینها رو بسیار تخفیف می‌کردند. کلمه موالی از اینجا پدید آمد. موالی جمع مولا، مولا این برده. ایرانیان رو، غیر عرب‌ها رو به طور کلی موالی می‌خواندند و این یک نام تخفیف‌آمیزی بود، یک لقب بود که حکایت از درجه دوم و درجه سوم بودن می‌کرد. رفتار بد هم با اونها می‌کردند. کینه ای رو در دل غیر عرب ها کاشتند و با این تخم کینه کاشتنشون باعث شدن که شورش هایی این طرف و اون طرف در ممالک اسلامی که زیر سلطه بنی امیه بودند برپا شود. ماجرا این چنین است. امام سجاد، خب چنان که گفتم، در واقعه کربلا گفتن که بسیار بیمار بود، حتی وقتی رو بر شتر سوار کردن نمیتونست استوار بر شتر بنشینه، لذا دست و پاش رو مخصوصا بستن تا از شتر به پایین نیفته و نزد عبدالله ابن زیاد بردن. بعد خب ایشون وقتی که رها شد و آزادی یافت، رفت به مدینه. در مورد امام سجاد این نکته رو هم من حالا اجمالا تو پرانتز عرض کنم، مطابق نقل بسیاری از تواریخ، گرچه مخالف و معارض هم داره، به هر حال امام سجاد با ما ایرانی ها یک نسبتی داره. گفتن که مادر ایشون ایرانی بود. این رو بسیاری از مورخان نوشتن. در میان معاصرین ما مرحوم آقای دکتر جعفر شهیدی که از قضا کتاب خوبی هم درباره امام سجاد دارن، ایشون سخت مخالف این نظرن و ادله تاریخی رو اقامه میکنن، ولی اکثریت مورخان گذشته معتقدن که خب وقتی که در زمان خلیفه دوم ایرانی ها اعراب به ایران حمله کردند و اسرایی با خودشون آوردن، یکی از این اسرا شاهزاده خانومی بود به نام شهربانو و هنگامی که این کنیزان رو قسمت می کردند، امام علی اونجا حاضر بود و به اونها گفت که این دختر شاهزاده است و باید حرمتش رو نگه داشت، این رو به من بسپرید. ولذا شاه زنان یا شهربانو رو از خلیفه دوم گرفت و به عقد پسرش امام حسین در آورد و امام سجاد فرزند شاه زنان بود که دختر یزدگرد بود. این یک قول مشهور است در میان مورخان. این شهربانو اگر راست باشه، دربارش نوشتن که به هر حال ایشون بعد از واقعه کربلا زنده بود و بعد از واقعه کربلا از فرط اندوه خودش رو در نهر فرات افکند و در واقع خودکشی کرد. کسانی هم هستن که خب این واقعه رو قبول ندارن و میگن این از بیخوبون دروغ است، نه چنان اسارتی، نه چنان اسیری، نه چنان ازدواجی. دیگران هم بودن که گفتن مادر امام سجاد خانمی بود به نام غزال خانم. باری ایشون در
دو سال باقی مانده حیات پدر بزرگشون این امام علی به دنیا آمد، در دوران امام حسن بود، در دوران امام حسین هم که در واقعه عاشورا حاضر بود، بعد هم که به دمشق رفت و بعد از آن هم که یزید اینها را آزاد کرد به مدینه رفت و تا پایان عمرش تا 30 چند سال بعد هم در مدینه در انزوا به سر بود. چند تا شاگرد بیشتر نداشت، دور و بر ایشان بودند، منزل می آمدند می رفتند، دوستان بسیار محدودی داشت، در خونه رو به روی هر کسی نمی گشود، در سیاست وقت دخالت نمی کرد، با حاکمان رفت و آمد نمی کرد. من خیلی جستجو کردم ببینم ارتزاق ایشون از چه راهی بوده، چون ظاهراً شخص متمولی بوده، گفتن که برده زیادی آزاد کرد. من این رو چندان نتوانستم به دست بیارم، تواریخ در این زمینه ها معمولاً گنگن و نکته های روشنی رو نمی آورن. خب در مورد امام حسن، امام حسین ما می دونیم که بنابران چه که از تواریخ برمیاد اینها مقرری داشتن، از معاویه سالانه یا ماهانه پول می گرفتن، ولی در مورد امام سجاد من نیافتم جز اینکه چند موردی که مثلا مختار پولی رو فرستاده بود نزد امام سجاد یا عبدالملک مروان فرستاده بود، اما اینا چیزایی نیست که بر اونها بتوان یعنی یک زندگی رو بنا کرد. هرچه که بود به مدت 30 چند سال به حالت بسیار محترمی ایشان در مدینه زندگی می کرد، فقهای مدینه حرمت ایشون رو نگه می داشتن، شاگردان محدود و معدودی هم که داشت با او رفت و آمد داشتن. چنان که بعدا اشاره خواهم کرد به نظر میاد ایشون گرچه که با دستگاه اموی مطلقاً بر سر مهر نبود، اما با اونها مدارا میکرد، با اونها در نمی افتاد هیچگاه و هیچ وقت. در خانه هم احتمالاً نماز جمعه برقرار میکرد، خطبه های میخواند با همون همراهان معدود که این خطبه ها هم الان ثبت شده و من در شما خواهم یعنی بازگو خواهم کرد، در صحیفه سجادی آمده است. در همین دورانی که در مدینه امام سجاد زندگی می کرد دو اثر مهم رو پدید آورد، یکی از آنها کتاب مهم و شریف صحیفه سجادی است که مجموعه دعاهایی است، اونچه که اکنون هست 57 دعاست، گفتن که در اصل 68 دعا بوده که 11 تای اونها افتاده و اکنون معلوم نیست کجاست یا به صورت ملحقاتی بعدها اضافه شده. بسیار کتاب لطیفی است برای کسانی که میخوان با خداوند مناجات بکنن، سخن بگن، علل خصوص توبه بکنن به درگاه خداوند. به نیکی به آدمی میآموزد شیوه سخن گفتن با خداوند رو، التجا بردن به درگاه خدا رو، تضرع کردن رو، گناهان خود رو گفتن و اعتراف کردن و طلب آمرزش کردن، اون هم همراه با تعلیمات خیلی نیکویی که در این کتاب در لابلای کلمات ایشان هست. همه ظواهر نشان می‌دهد که ایشان این کتاب رو تألیف کرده است و لذا از اولین تألیفاتی است که در عالم اسلام صورت گرفت. ما تقریبا بعد از قرآن که پس از پیامبر در عصر عهد عثمان جمع آوری شد و به صورت یک تألیف، یک تصنیف در آمد، کتاب شد، مصحف شد و در اختیار عامه مسلمین قرار گرفت، تقریبا کتاب دیگری نداریم. ولذا صحیفه سجادیه یکی از اون تألیف بسیار آغازین است که در دوران فرهنگ و تاریخ اسلامی فراهم آمده است. دوستانی که علاقه دارند که اهل دعا و مناجات هستند، من توصیه می کنم که حتما با این کتاب انس داشته باشن، کتابی که اون رو زبور آل محمد نامیدن. زبور می دانید یکی از کتاب های عهد عتیق است، در تورات است، مناجات های داوود است با خداوند که از قضا اون هم کتاب خیلی لطیفی است و دفتر دعایی است. صحیفه سجادیه رو هم زبور آل محمد نامیدن. من تجربه‌ای که خودم داشتم در گذشته، من البته انس بسیار زیادی با صحیفه سجادیه داشتم، متاسفانه اشتغالات زیاد زندگی قدری منو دور کرد. این هفته که من
به خاطر این سخنرانی دوباره به این صحیفه سجادیه مراجعه کردم، اوقات خوشی داشتم، برای اینکه خب با بیشتر این دعاها من آشنا هستم، در حافظه داشتم، کلمات مهمی و تعبیرات عالی که در این کتاب هست در ذهن من نقش بسته بود، من با اینها تجدید عهد می کردم و دوباره می خواندم، ایام جوانی خودم رو به یاد می آوردم. همچنین به یاد آوردم وقتی که اولین بار من در انگلستان رفتم و می خواستم که زبان انگلیسیم رو تقویت کنم، یه دو سه تا کتاب فلسفی عرفانی رو که به انگلیسی نوشته شده بود انتخاب کردم و اینها رو می خوندم. یکی از اونها اعترافات سنت آگوستین بود. سنت آگوستین میشناسید، یک نوبت هم من در باب کسانی که تحول مؤمنانه پیدا کردن درباره شون در همین مجلس سخن گفتم، از آبا و مشایخ و اکابر کلیساست، متعلق به قرن چهارم میلادی، کسی که ابتدا مانوی بود و بعد مسیحی شد و بعد یکی از بزرگترین بزرگان مسیحیت شد. بسیاری از اون چی که امروز در کیش کاتولیک موجود است تعلیمات این مرد بزرگه. ایشون به کتابی داره به نام اعترافات Confessions که در اونجا در مقابل خداوند اعتراف میکند به آلودگی های وجود خودش. من اون موقع که ذهنم خیلی با صحیفه سجادیه آمیخته تر بود، همین که این کتاب اعترافات سنت آگوستین رو به دست گرفتم و میخواندم، یادمه به هم اتاقی خودم چند بار گفتم که من بوی صحیفه سجادی از این کتاب میشنوم. حقیقتا همین طور بود. این کتاب سنت آگوستین به فارسی هم ترجمه شده، دو تا ترجمه داره، اونهایی که علاقه‌مندان میتونن ترجمهش رو تهیه کنن و ببینن و صدق سخن بنده رو هم بیازمایند که آیا اون کتاب بوی این کتاب رو میدهد یا این کتاب بوی اون کتاب رو میدهد، شباهتی بین اینها هست یا نیست. ولی صدقی که در کلام هست شما در سخنان امام سجاد اصلا فکر نمی کنید که با یه امام روبرو هستید که پیروانش گویا او رو معصوم میدانند، یعنی اصلا گرد گناه بر دامنش ننشسته، چنون با خداوند سخن میگوید مثل یک عبد عاصی که از آینده تاریک خودش هراسان است و دست توسل به دامن کردگار زده است تا اینکه بر او رحمتی کند، شفقتی بورزد. از میان دعاهای صحیفه سجاده یکی دعای مکارم الاخلاق است که بسیار عالی است. من سالها پیش که در MIT بودم اونجا توفیق داشتم در یک ماه رمضان در 4 جلسه این دعا رو من شرح کردم. و دیگری دعای روز عرفه است که دعای بسیار مفصل و بزرگی است و البته متضمن نکات عالی. این یک اثر از امام سجاد. دومیش رسالت الحقوق است. یه رساله خیلی کوچکی از ایشون به جا مانده به نام رساله حقوق. این رساله رو ابن شعبه حرانی تو کتاب تحف العقول آورده، مرحوم شیخ صدوق در کتاب خصال خودش آورده. حالا اینم خیلی جالبه، من اطلاع نداشتم، من این اواخر مطلع شدم که یکی از کسانی که این رسالت الحقوق رو که راجع به حقوق آدمیان است به فارسی ترجمه کرده، شما حدس نمیزنید که جناب آیت الله شیخ احمد جنتی. این هم طنز روزگار است که رسالت الحقوق رو البته قبل از انقلاب ایشون به فارسی آورده است. مترجمان دیگری هم داره این کتاب، کار بزرگی هم نیست. این رساله خیلی یک مقاله کوچکی است و زحمت زیادی ندارد به فارسی آوردنش، اما اون مترجم خیلی جالب است که وقتی که امروز شما میبینید که با حقوق مردم چه میکنند، اون وقت ببینید که در گذشته و قبل از انقلاب اینا خودشون مترجمان حقوق بودند. یاد اون قصه میافتم که یکی از دوستان من میگفت ما رو در شورای نگهبان در یکی از انتخابات رد کرد، رفتن شورای نگهبان نزد همین آقای جنتی یا یکی از یارانش، گفتم به من ظلم کردید، من روز قیامت دامان پیامبر رو میگیرم و از شما شکایت میکنم. گفت من خیالت رو راحت کنم، پیغمبر نه به دموکراسی عقیده داشت، نه به مجلس، نه به انتخابات، به هیچ کدوم، برو بساطت رو جمع کنم. و واقعا هم عقیده اصلی این حضرات همینه، پیغمبر نه دموکراسی عقیده داشت، نه انتخابات، نه پارلمان، هیچ کدوم اینا.
کسی بود میگفت آقای خلخالی آمده بود در سپاه سخنرانی میکرد و میگفتش که اوائل انقلاب میگفتش به من میگن که این کسانی رو که کشتی پرونده هاشون کو، مگه پیغمبر افرادو میگوش پرونده تشکیل میداد؟ اینا از پیغمبر ایناشو یاد گرفته بودن، گفت ای احمق بر این بردوختی از طبیبی تو همین آموختی، اینا همینو یاد گرفته بودن و سلوهی عملشون کرد. خب از جاده اصلی سخنمون دور نیفتیم. رسالت الحقوق البته به معنای امروزین کلمه نیست، یعنی حقوق بشری که ما امروز میشناسیم. با همه این احوال اونچه که برای من جالبه نفس به کار بردن این تعبیره. این تعبیر هیچ وقت جا نیفتاد تو ادبیات بعدی دینی ما. رسالت الحقوق تنها رساله است که به این نام ما در تاریخ فرهنگ اسلامی داریم. البته از من بپرسید رساله تکالیفه، یعنی میگوید که حقوق فلانی چیست، در واقع میخواد بگه دیگران نسبت به او چه تکلیفی دارند. این چنین گفته است. حقوق همسایه چیست، یعنی شما نسبت به همسایه خود چه تکلیفی. حقوق معلم چیست، حقوق شاگرد چیست، حقوق همنشین شما کیست، حقوق مالک چیست، حقوق مؤمنان چیست، حقوق اهل ذمه چیست. همه اینا تحت عنوان حقوق 50 بنده به کوتاهی بیان شده است که با اینها چه باید کرد، با اونها چه باید کرد. در واقع تکالیف دیگران است نسبت به اونها. با همه این احوال نفس طرح مسئله که چیزی به نام حقوق داریم و این حقوق باید مراعات بشه و این حقوق بر عهده ما نهاده شده است، باید اونها رو محترم بداریم، امر مهمی است. پاره ای از اون مطالبی که در رسالت الحقوق امام سجاد آمده در صحیفه سجادیه به شکل دعا آمده، یعنی وقتی که میگوید که خداوندا یاران ما رو چنین کن، خداوندا مرزداران رو چنان کن، خدایا پدر و مادر ما رو چنین و چنان، در حقیقت همون حقوقی رو بیان میکند که در رساله حقوق از اونها نام برده است. خب زندگی امام سجاد این چنین سپری شد در مدینه و چنان که گفتم بدون ورود در هیچ حادثه تکاندهندهی، بدون اینکه دست به مبارزه بزنه، در شورشی شرکت کنه، بلکه چنان که همه مورخان نوشتن ایشون مشغول عبادت بود. یکی از القاب ایشون زین العابدین است، یکی امام سجاد است، یکی ذوالصفنات است. ذوالصفنات یعنی آدمی که پینه بسیار بر دست و پیشانی دارد، از بس سجده کرده بود و دستها رو، زانوها رو و پیشانی رو بر زمین نهاده بود، پینه بسته بود. صفنه به عربی یعنی پینه، لذا یکی از القاب ایشون هم ذوالصفنات است. خب این از زندگی این بزرگوار که 35 سال امامت کرد و بعد هم چنان که گفتند با مسمومیت به دست پسر عبدالملک مروان از دنیا رفتند و امام بعدی، امام باقر، به جای ایشان نشستند. اما همونطوری که گفتم دوره ایشان دوره بسیار پرتلاطمی بود، گرچه که ایشان کناره گرفته بود. از همون بعد از حادثه عاشورا شورش ها و اعتراضات علیه بنی امیه، حکومت یزید و حکومت حاکمان بعد از او آغاز شد و یکی از امور خیلی جالب اینه که در بسیار از این شورش ها ایرانی ها شرکت داشتند. ایرانی ها هم به دلیل اینکه به اهل بیت گرایش ویژه‌ای داشتن و هم به دلیل اینکه خیلی مورد تخفیف قرار می گرفتن، رسما این معاویه ببخشید بنی امیه نجات پرست عربگرا غیر عرب ها رو فرو می کوفتن و اونها رو زیر دست می کردن، نام موالی به اونها داده بودند. هم مختار که همه می شناسید قیام کرد برای گرفتن انتقام، بیشتر سپاهیانش ایرانی بودند. مورخان نوشتن اصلا در لشکر او به فارسی سخن میگفتند و هم جناب ابو مسلم خراسانی که نهایتاً
سلسله اموی رو برانداخت یک ایرانی بود، خراسانی بود و بیشتر لشکریانش رو ایرانی‌ها تشکیل می‌دادن. لذا این معارضه و مقابله با بنی امیه یکی از اون نقطه‌های درخشان در تاریخ ما ایرانیان است که چگونه بر علیه ظلم رفتند و ایستادند و ارادت خودشون رو به خاندان پیامبر و اهل بیت نشان دادند و در عمل هم ثابت کردند. این بنی امیه ماندنی نبودند، برای اینکه بسیار ظلم می‌کردند، برای اینکه زیردستان خودشون رو خیلی تخفیف می‌کردند، برای اینکه مال دوست بودند، برای اینکه با بیرحمی تمام مخالفان خودشون را از دور خارج میکردن. همین معاویه و بعد یزید، اینها داستانها دربارشون نوشته شده است. سال اول خلافت یا سلطنت یزید واقعی عاشورا رخ داد. سال دوم، یعنی همون درست وقتی که امام سجاد در مدینه بود، شورش اهل مدینه بود. شورش بزرگی رخ داد که به نام واقعه حره مشهوره و یزید سپاهیان خودش رو به اونجا فرستاد و شورشیان رو البته شکست داد، ولی قتل عامی کرد در مدینه. اما جالب این است که با امام سجاد هیچ کاری نداشتند. مورخین شیعه نوشتن امام سجاد تقیه می کرد و با این حضرات در نمی افتاد. من عرض کردم ایشون اساساً مشیش، خصلتش، اخلاقش، منشش فرق داشت، راه و رویه دیگری رو در پیش گرفته بود. تقریبا دیگه خواهرش زینب هم در کنارش نبود که شاید او رو به کاری تشویق بکنه، ولذا وقتی که به خود وانهاده بود دیگه به خصلت اصلی خودش بازگشت و پیشش رو عبادت و نوشتن دعا و امثال اینها قرار داده بود و پروردن بعضی از شاگردان معدود. در سال سوم حمله یزیدیان بود به مکه، خانه کعبه رو سوختند. این سه سال سلطنت نحس یزید سه فاجعه بزرگ به بار آورد. یزید که سرش رو گذاشت زمین، در واقع شورش ها آغاز شد. اولین شورش توسط کسانی بود توسط به نام توابین. شورش توابین در تاریخ بسیار مشهوره. سرکرده اینها سلیمان سرد خزائی که گفتن از صحابیان پیامبرم بود، پیرمردی بود. اینها شرمندگی وجدان داشتند، یعنی دیر خبر واقعی کربلا به اینها رسید و اینها خودشون رو ملامت کردند که چرا ما به کمک پسر پیامبر نشتافتیم. سلیمان ابن سرد خزائی افراد زیادی رو جمع کرد با خودش، جنگید، اما عبدالملک ابن مروان او رو شکست داد. همراه با او مختار به پا خواست. مختار جدیتر بود. وقتی که واقعه عاشورا رخ میداد مختار در زندان ابن زیاد بود، در کوفه بود. بعداً رهایی پیدا کرد، آمد و افراد رو دور خودش جمع کرد. روابط امام زین العابدین با مختار خیلی امبیولنت به اصطلاح، یعنی نمیتوان از خواندن تاریخ داوری کرد که این روابط گرم بوده، سرد بوده، تأیید بوده، تقبیح بوده. گاهی مثل این که گرم بوده، گاهی سرد بوده، ولی هیچ وقت ایشان به طور کامل مختار رو تأیید نکرد. ولی مختار راه خودش رو در پیش گرفت. به هر حال مرد جنگجویی بود، آدم خیلی دلاوری بود، افراد بسیاری رو دور خودش جمع کرد و چون فهمید که از امام سجاد آبی گرم نمیشه و از اون نمیتونه تأییدی بگیره، رفت پیش محمد ابن حنفیه. و این قصه جالبی است در تاریخ اسلام. محمد ابن حنفیه میدونید فرزند امام علی بود، منتها فرزند غیر فاطمی، یعنی از حضرت فاطمه نبود، از همسران دیگر حضرت علی بود. مرد بسیار موجهی بود، مرد پارسا و عالمی بود. رفت سراغ او و از او اجازه گرفت برای قیام و آمد و منتشر کرد، گفت او به من اجازه قیام داده و انتقام گرفتن از ظلمه، از ظالمان و از ریزندگان خون حسین و یاران او، و توانست از همین طریق، حتی گفتن نامه‌ای رو هم از طرف او جعل کرد که مردم رو دور خودش گرد آورد و شروع کرد به جنگیدن. موفق شد. تعداد زیادی از کسانی رو که در کربلا اون فاجعه را آفریده بودن، من جمله عمر ابن سعد، من جمله خولی، بعدها عبیدالله ابن زیاد، همه اینا را کشت
و سر عبدالله ابن زیاد رو هم برای امام سجاد فرستاد که گفتن ایشون بسیار خوشنود شد. من این رو عرض میکنم برای اینکه تواریخ در اینجاها قدری مشوش است و نمیتوان به همه اون چه که نقل شده اتکا کرد، علل خصوص که خب تاریخی که شیعیان نوشتن با تاریخی که اهل سنت نوشتن در اینجاها تفاوت‌هایی داره. تاریخ شیعیان خب تحلیلی نیست معمولاً و همش به طرف تأیید کارهایی میرود که از امام نقل شده است. اهل سنت البته در این مورد خاص چنان گرایشی ندارند. باره هرچه که بود، مختار برای در سال 66 ایشون ظاهراً برپا خواست و شورشی به پا کرد در مدینه، در کوفه، در عراق، و افراد زیادی هم گرد او جمع شدند و همین بود که به هر حال خلیفه عبدالملک به جد در مقابل اینها ایستاد. یعنی ما از چشم یک مورخ اگر نگاه کنیم، عبدالملک مروان، پسر او ولید ابن عبدالملک و بعد پسر دیگر او هشام ابن عبدالملک که مقتدرترین خلیفه اموی بود، اینا امپراتوری اسلامی رو ساختن. از چشم تاریخی محض اگر نگاه بکنیم، کاری به ظلم کردن و زور گفتن و کشورگشایی و هوس قدرت داشتن اینا نداشته باشیم، از بیرون اگر نگاه بکنیم، یک امپراتوری بی تناسب رشد کرده که از هر طرف او هم کسی سر به شورشی برآورده بود و احتمال تجزیه داشت، اینها با دستهای خیلی مقتدری این امپراتوری رو نگه داشتند و برای خلفای عباسی به ارث نهادند. خب عبدالملک مروان، حجاج یکی از همدستانش بود، حجاج رو حاکم ایران و عراق کرد. یه خونریزتر از حجاج تو تاریخ اسلام نیامده است، افسانه شده از بس این مرد بی‌رحم بود. ایران جای شورش‌های علیه حکومت اموی بود و او برای فروکوفتنشون دیگه بهتر از حجاج پیدا نمی‌کرد، خونریزتر از او، بی‌رحم‌تر از او، صفاک‌تر از او پیدا نمی‌کرد. نوشتن که وقتی که او رو فرستاد و آمد کوفه و اولین روزی بود که ظاهر می شد، نقاب از چهره خودش برداشت، در مسجد آمد، مردم رو جمع کردن، گفت من از طرف عبدالملک مروان آمدم. وقتی که می آمدم دو شمشیر به من داد، یک شمشیر برای کشتن و خون ریختن، یک شمشیر مدارا. من در راه اون شمشیر مدارا رو گم کردم، فقط شمشیر خونریزی با من مونده است. حواستون باشه با کی طرفید. سرهایی رو میبینم روی گردنها مثل میوه های رسیده که وقت کندن اونهاست. این رو توی مسجد در اولین سخنرانی خودش با عراقیان گفت، با ایرانیان گفت و کرد، و بدتر از اون که گفت کرد. با این یا مثلا با مصعب ابن زبیر، با امثال اینها بود که عبدالملک مروان پیروز شد. توابین رو سر جای خودشون نشوندن، مختار رو سر جای خودش نشوندن، دیگران رو همینطور، و آرامشی بخشیدن، فتوحات رو هم گسترش دادن. اما به دلیل ظلمی که به رعیت خود می کردن و حاکمان بیرحمی که مثل حجاج داشتن، خب مردم شوریدن. قیام شعوبیه در زمان بنی امیه رخ داد. شعوبیه کسانی بودن که تخفیف زیر دست شدن رو بر نمیتافتن و به همون آیه قرآن استناد میکردن که جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، گفتن خداوند ما رو شعوب و قبائل قرار داده برای این نبوده که ما رو زیر دست کنید یا تخفیف بدید، ما باید با هم آشنا بشیم. اسمشون رو گذاشتن شعوبیه. این خودش یک قیام بزرگ بود علیه بنی امیه. مختار یک قیام دیگری بود. مختار اصلا گفتن که ادعای پیامبری هم کرد. مختار یکی از کارهای مهمی که کرد به لحاظ تاریخی این بود که ندای مهدویت در سر داد. این اولین باری است که ندای مهدویت
در عالم اسلام سرداده می شود. آمد گفت که این محمد ابن حنفی همون مهدی است که پیامبر وعده داده است و منم زیر دست او و به فرمان او کار می کنم. همه اینها شگردهای سیاسی اود برای جمع آوردن لشکریان و سپاهیان که الحق موفق هم بود. اما نمیدونم حالا دیگه وارد این بحث بشیم یا نه، خدا رحمت کنه مرحوم دکتر شریعتی که میگفت این دعای ندبه که روزهای جمعه خوانده میشود هیچ اصالتی نداره، با او بسیار در پیچیدن. دعای ندبه خب دعایی است که حسرت شیعیان رو در غیبت امام زمان نشان میده و بیان این که ای کاش هرچه زودتر ظاهر بشی، نمیدونم الان کجایی کجا نیستی. یکی از تعبیراتی که در دعای ندبه هست، نمیدونم کجایی، ابی رزوا ام زیتوا، آیا در کوه رزوایی یا در زیتوا. این کوه رزوا همون کوهی بود که پیروان محمد ابن حنفیه معتقد بودن ایشون در اونجا مخفی شده. این سخنی بود که شریعتی میگفت، میگفت آخه این دعا نشون میده کیا اینو ساختنش، مال کدوم دور است، خطابشون به کی بوده، امام زمان چه ربطی داره، امام زمان امام دوازدهم به کوه رزوا رفته باشه قاطی قایم شده باشه. که با او هم خب میدونید با شریعتی هم مخالفت بسیار شد که چرا چنین گفتید و الحق دعای غیر معتبری است. هرچه که هست، کیسانیه پدید آمدن که اعتقاد به مهدویت محمد ابن حنفیه داشتن و این داستان مهدویت دیگه ادامه پیدا کرد تا زمان تا سال 260 هجری که زمان غیبت امام زمان امام دوازدهم قلمداد می شود. باری مختار گرچه که در انتقام گرفتن از قاتلان کربلا سخت کوشید و به وعده خودش وفا کرد و گویا اجازه امام سجاد و محمد ابن حنفیه رو هم داشت، اما بعد از اون داعیه های بیشتری در سر داشت و به همین سبب اختلافاتی بین سپاهیانش و اطرافیانش افتاد و عاقبت هم در دارالامارش رو در کوفه محاصره کردند و او هم از حصار بیرون آمد و جنگید تا کشته شد. در کنار مختار و ظهور مختار و حوادثی که رخ داد، خب میدونید که سلطنت اموی به هر حال قوتی گرفت و قدرتی گرفت. نهایتاً امام سجاد رو گفتند که مسموم کردند. من دو فقره از دعاهای صحیفه سجادیه را آوردم که براتون بخوانم که اولا با حال و هوای سیاسی صحیفه سجادیه آشنا بشید. فرصت ما هم واقعا رو به انقضاست و سخن ما هم امشب قدری طولانی تر از مقدار متعارف شد، ولی خب بحث رو میخوام به پایان ببرم. ببینید ایشان یک جا فقط، این صحیفه سجادیه کاملا غیر سیاسی است، کاملا غیر سیاسی است، اما یک جا در یک دعایی که گویا خطبه‌ای بوده که ایشان در نماز جمعه یا در نماز عید قربان می‌خواندند، اونجا این عبارات رو به کار می‌برند: اللهم ان هذا المقام لخلفائك واصفيائك ومواضع امنائك في الدرجه الرفيعه التي اختصصتهم بها قد ابتزوها وانت المقدر لذلك. این مقام، یعنی مقام اقامه نماز جمعه و نماز عید قربان، متعلق به خاصان توست، متعلق به خلفای توست، ولی میگوید که قد تزوها، اون رو غصب کردند. الان این منبر و این محراب و این تریبون در دست قاصبان است و انت المقدر لذلک، البته تقدیر تو بوده است. این هم نکته جالبی است. بلا فاصله اظهار میکند که ما راضی هستیم، گرچه از دست ما درآوردن، اما میدونیم که تقدیر توست. حتی عاد صفوتک و خلفائک مغلوبین مقهورین مبتزین یرون حکمک مبدلا و کتابک منبوزا و فرائضک محرفتا عن جهات اشرائک و سنن نبیک متروکه اللهم لنا اعداهم من الاولین والآخرین.
الان وضعیت برگزیدگان تو این چنان است که مغلوبن، مقهورن، میبینن که دین تو رو تغییر دادن، کتابت رو تحریف کرده ان، پشت سر انداخته ان، سنن پیامبر تو رو متروک نهاده ان. خدایا لعنتشون کن. اللهم لعن اعداءهم من الاولین والآخرین و من رضی به فعالهم و اشیاءهم. و کسانی که به رفتار اونها و سیاستهای اونها راضی هند. این مطلب اولی که خب نشان میدهد که دل شادی نداشته است از اون اوضاع، گرچه اقدامی هم نمی کرده. عرض می شود که دعای دیگری ایشون دارن که این دیگه در واقع دعاست. عنوانش هم هست و کان من دعائهی فی دفاع کید الاعداء و رد بعثهم. دعای امام سجاد خواهش از خداوند برای اینکه کید و مکر و حیله و نیرنگ دشمنان رو به خودشون برگرداند و دفع کند. خب من این رو مخصوصا انتخاب کردم. اولا اگر دشمنی دارید این دعا رو بخونید، انشالله خداوند اون دشمن رو قلع و قمع می کند. اما به لحاظ تاریخی این نکته مهمه. ببینید در این دعا ایشون می گوید که کم من عدو انتزا علی سیف عداوتهی و شحزلی زبط مدیتهی و ارهفلی شباحتهی و دافلی قواتل از سمومهی. تعبیرات نسبتا سنگینی هم از این لغات خیلی محجوری رو ایشون به کار میبره، یه عربی کلاسیک آرکائیک قدیمیست. خلاصه حرف این است: من دشمنان زیادی دارم که شمشیرشون رو برای من تیز کرده اند و سمهای کشندشون رو برای من آماده کرده اند تا اینکه در کام من بریزن و سدد نحوی سواعب و سهام ای، تیرهاشون رو به سوی من نشانه گرفتن. ولم تنم انی عین حراستهی و چشمشون رو برهم نمی نهند، هرگز از من غفلت نمی کنند. بعد اینها رو ادامه می دهد، میگه قبلا چنین بوده، این دشمنان رو دفع کردی، بعد از این هم دفع کن. اما قضا چون زگردون فرو ریخت پر، همه عاقلان کور گردند و کر. درسته شایدم به ایشون قبلا هم یا جسارتهای شده بود یا اقداماتی شده بود، ولی نهایتا مطابق اونچه که در ارشاد شیخ مفید آمده است، یعنی در تاریخ تواریخ شیعی، ایشان به دست ولید ابن عبدالملک مسموم شد و در سن 50 و چند سالگی از دنیا رفت. خب پایان عمر ایشون پایان سخنان بنده هم هست. یکی از نکات خیلی جالب این بود که من توی همین جستجوهای اخیر دریافتم که وقتی سال وفات و روز وفات ایشون رو به میلادی تبدیل کنید، شب وفات ایشون شب 29 اکتبر می شود و ما یک شب فاصله داریم با شب شهادت امام سجاد. بعد در پایانی ترین بخش سخنم، من سالها پیش اشعاری رو برای امام سجاد گفته بودم، 3-4 بیتش رو اینجا برای شما میخوانم و کلامم رو و خطابه رو به پایان میبرم. ای که سجادی و از طائفه سجده کنان، بحر توحیدی و سر سلسله بت شکنان، ای گشاینده ابواب اجابت به دعا و ای نوازنده دلهای پریشان به بنان، ره خوشبختی ما را به قساوت زده اند، حمله ور شو چو قضا بر سپه راه زنان، کمتر از ذره نیم مهر تو می ورزم و بس، تا به خلوتگه خورشید رسم رقص کنان. و السلام علیکم و رحمت الله.